بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله و صحبه. آقای رئیس، انتخاب شایسته جناب عالی به ریاست 74th نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد رو تبریک میگویم و برای جناب عالی و دبیر کل محترم آرزوی توفیق دارم. در آغاز سخن مایلم با گرامی داشت نهضت آزادی خواهانه حسین ابن علی علیه السلام به همه حق طلبانی که با تحمل همه سختی ها برای احقاق حقوق خود مبارزه می کنند و به روان همه شهدای مظلوم بمباران ها و اقدامات تروریستی در یمن، سوریه، فلسطین اشغالی، افغانستان، عراق و دیگر کشورهای جهان درود بفرستم. خانمها، آقایان، خاورمیانه در آتش جنگ، خونریزی، تجاوزگری، اشغالگری، تعصبات مذهبی و فرقه‌ای و افراطی‌گرایی می سوزد و بزرگترین قربانی چنین شرایطی ملت مظلوم فلسطین است. تبعیض، تصاحب زمین‌ها، شهرک‌سازی و کشتار همچنان ادامه دارد. طرح‌های تحمیلی آمریکایی صهیونیستی مانند معامله قرن، تعیین بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و الحاق بلندی‌های جولان به دیگر سرزمین‌های اشغالی قطعاً محکوم به شکست است. برعکس طرح‌های ویرانگر آمریکا، کمک‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تأمین امنیت و مقابله با تروریسم بسیار تعیین کننده بوده است. نمونه‌های بارز آن همکاری با روسیه و ترکیه در چارچوب روند آستانه در مورد بحران سوریه، ارائه طرح صلح برای بحران یمن و همکاری فعال با نمایندگان دبیر کل سازمان ملل متحد، گفتگوهای سازنده با 4 کشور اروپایی و تلاش فعال برای تسهیل مذاکرات صلح میان طرفهای یمنی است که منجر به موافقتنامه صلح استکهلم در خصوص بندر هدیده گردید. حضار محترم، من از کشوری می آیم که از 1.5 سال پیش در برابر بی‌رحمانه ترین تروریسم اقتصادی ایستادگی کرده و از حق استقلال و توسعه علمی و فناوری خود دفاع کرده است. دولت آمریکا با اعمال تحریم‌های فرامرزی و تهدید دیگر ملت‌ها تلاش کرده ایران را از مزایای حضور در اقتصاد جهانی محروم کند
و با سوء استفاده از نظام بانکی به راهزنی بین المللی دست زده است. ما ایرانیان پیشگام ملت‌های منطقه در نهضت‌های آزادی خواهی بوده ایم و همواره برای خود و همسایگانمان صلح و پیشرفت خواسته ایم و هرگز در برابر تهاجم و تحمیل خارجی تسلیم نشده ایم. ما نمی توانیم دعوت به مذاکره کسانی را باور کنیم که اعلام می کنند سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه کرامت و معیشت ملتمان اعمال کردند. چگونه می توان باور کرد که جنایت و فشار بر زندگی 83 میلیون ایرانی به ویژه زنان و کودکان برای دولت مردان آمریکایی امری خوشایند و موجب افتخار تلقی شود و استفاده از تحریم علیه طیفی از کشورها همچون ایران، ونزوئلا، کوبا، چین و روسیه به یک اعتیاد دائمی تبدیل شده باشد. ملت ایران هرگز این جنایت‌ها و این جنایتکاران را نه فراموش می‌کند و نه می‌بخشد. خانم‌ها، آقایان، دولت کنونی آمریکا روی کردش نسبت به برجام نه تنها نقض قطعنامه 2231 بلکه تجاوز به حاکمیت و استقلال سیاسی و اقتصادی کلیه کشورهای جهان است. ایران با وجود خروج آمریکا از برجام تا مدت یک سال همچنان نسبت به اجرای تمامی تعهدات هسته‌ای خود وفق برجام وفادار بوده است. ما به احترام قطعنامه شورای امنیت به اروپا فرصت دادیم تا به تعهدات 11 گانه خود برای جبران خروج آمریکا عمل کند، ولی متاسفانه فقط حرف‌های زیبایی شنیدیم و شاهد اقدام مؤثری نبودیم. اینک بر همگان ثابت شده که آمریکا به تعهدات خود پشت می‌کند و اروپا از اجرای تعهداتش ناتوان است. ما حتی در اجرای بندهای 26 و 36 برجام راه برد گام به گام را در پیش گرفتیم و هنوز هم بر عهد خود به برجام برجا مانده ایم. اما صبر ایران هم حدی دارد. وقتی آمریکا قطعنامه سازمان ملل متحد را حرمت نمی گذارد، وقتی اروپا ناتوانی خود را به نمایش می گذارد، تنها راه تکیه بر عزت، غرور و اقتدار ملی خودمان است. ما را به مذاکره می‌خوانند در حالی که خود از مذاکره گریزانند. ما با همین دولت فعلی آمریکا بر سر میز 5+1 در گفتگو بودیم، اما اونها بر عهد سلف خیش خط بطلان کشیدن. من به نمایندگی از ملت و کشورم اعلام میکنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی باشد. دولت و ملت ایران یک سال و نیم زیر شدیدترین تحریم ها استقامت کرده است
و هرگز با دشمنی که میخواهد با سلاح فقر و فشار و تحریم ایران را به تسلیم وادار کند مذاکره نخواهد کرد. اگر پاسخ آری از ما میخواهید، همانطور که رهبر معظم انقلاب اعلام کرده اند، تنها راه برای گفتگو بازگشت به تعهدات است. اگر هم نسبت به اسم برجام حساسیت دارید، به رسم آن بازگردید، ولااقل به چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت متعهد شوید. تحریم ها را متوقف کنید تا راه گفتگو باز شود. من به روشنی میگویم اگر به حد اقل ها قانع هستید، ما هم به حد اقل بسنده میکنیم. برجام حد اقل بود، چه برای شما و چه برای ما. اما اگر بیشتر میخواهید، باید بیشتر هم بدهید. اگر بر سر حرف خود هستید که فقط یک خواست از ایران دارید و آن عدم ساخت و بهره‌گیری از سلاح هسته‌ای است، این امر با نظارت آژانس و بالاتر با فتوای رهبری حاصل است. فقط کافی است به جای نمایش مذاکره به واقعیت مذاکره بازگردید. عکس یادگاری آخرین ایستگاه مذاکره است و نه اولین ایستگاه آن. خانم ها، آقایان، ما در ایران به رغم همه سنگ اندازی های دولت آمریکا به حرکت در مسیر رشد و سازندگی اقتصاد و جامعه ایران ادامه داده ایم و می دهیم. اقتصاد ایران در سال 2017 بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را همراه با کاهش مستمر نرخ تورم تجربه کرد و امروز هم علی‌رغم التهابات ناشی از عوامل خارجی در یک سال و نیم گذشته، بار دیگر به مسیر رشد و ثبات بازگشته است. رشد تولید ناخالص داخلی ایران بدون نفت در ماه‌های اخیر مجدداً مثبت شده و تراز تجاری کشور همچنان مثبت است. حضار محترم، دکترین امنیتی جمهوری اسلامی ایران حفظ صلح و ثبات در خلیج فارس و تأمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. حوادث اخیر این امنیت را به شکل جدی در خطر قرار داده است. امنیت و صلح در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز را با مشارکت کشورهای این منطقه میتوان تأمین کرد و جریان آزاد نفت و سایر منابع انرژی را تضمین نمود، به شرط آنکه امنیت را چتری فراگیر در همه حوزه ها برای تمامی کشورها بدانیم. بنابر مسئولیت تاریخی کشورم در حفظ امنیت صلح، ثبات و پیشرفت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، همه کشورهایی که از تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متاثر می شوند را به ائتلاف امید، خب، یعنی ابتکار صلح هرمز، هرمز پیس اندیو، دعوت می کنم. هدف ائتلاف امید ارتقای صلح، ثبات، پیشرفت و رفاه کلیه ساکنان
حوزه تنگه هرمز و تفاهم متقابل و روابط صلح‌آمیز و دوستانه میان آنان است. این ابتکار حوزه‌های مختلف همکاری مانند تأمین همگانی امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و انتقال آزادانه نفت و سایر منابع نسبت به کشورهای حوزه تنگه هرمز و فراتر از آن را در بر می‌گیرد. ائتلاف امید بر پایه اصول مهمی همچون پایبندی به اهداف و اصول ملل متحد، احترام متقابل، منافع متقابل، جایگاه برابر، گفتگو و تفاهم، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، خدش ناپذیری مرزهای بین المللی، حل و فصل مسالمت آمیز همه اختلافات و از همه مهمتر دو اصل بنیادین عدم تجاوز و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر قرار دارد. حضور سازمان ملل متحد برای ایجاد یک چتر بین المللی در حمایت از ائتلاف امید نیز امری ضروری است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جزئیات بیشتری از ائتلاف امید را به اطلاع کشورها خواهد رساند. خانم ها و آقایان، تشکیل هر گونه ائتلاف امنیتی تحت هر عنوان در منطقه با محوریت و فرماندهی نیروهای خارجی مصداق بارز مداخله در امور منطقه است. رویکرد امنیتی سازی دریانوردی در تناقض با حق دریانوردی آزاد و حق توسعه و همچنین باعث تشدید تنش و پیچیده تر شدن شرایط است و صلح امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند. امنیت منطقه ما با خروج نظامیان آمریکا تأمین می شود و نه با سلاح و مداخله آنان. آمریکا پس از 18 سال نتوانست اقدامات تروریستی را کاهش دهد، اما جمهوری اسلامی ایران فتنه داعش را به کمک ملت‌ها و دولت‌های همسایه خاتمه داد. راه حل نهایی صلح و امنیت خاورمیانه، دموکراسی در داخل و دیپلماسی در خارج است. امنیت را نمی توان خرید و توسط دولت‌های خارجی تأمین کرد. صلح و امنیت و استقلال همسایگان ما، صلح و امنیت و استقلال خود ماست. آمریکا همسایه ما نیست. این جمهوری اسلامی ایران است که همسایه شماست و از دیرباز به همه ما آموختند که اول همسایه، آنگاه خانه، الجار، ثم دار. در روز واقعه ما و شما تنها میمانیم. ما با هم همسایه‌ایم و نه با آمریکا. آمریکا اینجاست، نه در خاورمیانه. آمریکا وکیل هیچ ملتی و کفیل هیچ دولتی نیست. هیچ دولتی به دولت دیگر وکالت نمی‌دهد و کفالت خیش را به او نمی‌سپارد. اگر امروز شعله‌های آتش یمن تا حجاز هم زبان کشیده است، باید آتش افروز را جست و تنبیه کرد، نه اینکه بیگناهان را آماج تهمت‌ها و کینه‌ها قرار داد. امنیت عربستان با پایان دادن تجاوز به یمن حاصل می‌شود،
نه با دعوت از بیگانگان. ما حاضریم برای صلح از همه توان ملی و اعتبار منطقی و اقتدار بین المللی خیش مایه بگذاریم. راه حل صلح در جزیره العرب، امنیت در خلیج فارس و ثبات در خاورمیانه را باید در درون خاورمیانه جستجو کرد و نه در بیرون آن. مسائل منطقه ما بزرگتر از آن است که آمریکا از عهده آن برآید. دولتی که نتوانسته حتی مسئله افغانستان، عراق و سوریه را حل کند و بانی اصلی افراطی‌گری، طالبانی‌گری و داعشی‌گری بوده است، هرگز قادر به حل معضلات پیچیده تر امروز نخواهد بود. همکاران گرامی، منطقه ما بر لبه پرتگاه ایستاده است. تا جایی که تنها یک اشتباه میتواند آتشی بزرگ را برافروزد، ما دخالت تحریک‌آمیز بیگانگان را تحمل نمی‌کنیم و به هر گونه تعرض به امنیت و تمامیت ارضی خیش قاطعانه پاسخ خواهیم داد. اما راه جایگزین و مطلوب ما همبستگی میان همه ملت‌های دارای منافع مشترک در خلیج فارس و منطقه هرمز است. این پیام ملت ایران است. بیایید به جای سرمایه گذاری در جنگ و خشونت، بر روی امید به یک آینده بهتر سرمایه گذاری کنیم. به عدالت برگردیم، به صلح، به قانون، به عهد و پیمان برگردیم و بالاخره به میز مذاکره بازگردیم. از توجه همه شما متشکرم.